بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه از این فصل، در این فصل خواندم که اندازه‌گیری چی است. اندازه‌گیری در حقیقت مقایسه بزرگی یک کمیت با واحدهای همان کمیت است تا معلوم شود که بزرگی از چند برابر واحد است. سه شرط اساسی به خاطر چی است؟ به خاطر اندازه‌گیری است که اول مشخص کردن نوع کمیت است، دوم انتخاب واحد مناسب با کمیت مورد نظر است. کدام واحد انتخاب کنیم؟ اگر کلان با اگر کمیت کلان باشه کلان واحد، اگر از خرد باشه خرد واحد. طور نمونه اگر ما طول یک ورق اندازه میکنیم سانتی متر واحد خوب است، اگر لیکن ما فاصله بین کابل تا مزار اندازه میکنیم با سانتی متر واحد خوب نیست، باید کیلومتر بگیریم. یا مثلا اگر ما واحد یک طول یک دیوار یک اتاق اندازه میکنیم باز با واحد چی است؟ واحد مناسبش چی است؟ متر است. همچنین اگر ما سال اندازه میکنیم واحدش خوبش چی است؟ مثلا ماه هست. لیکن اگر ما یک روز اندازه میکنیم واحدش مناسبش چی است؟ مناسبش ساعت است. همچنین به این شکل هر واحد مناسب باید انتخاب کنیم. سومی چی است؟ مقایسه واحد انتخاب شده با کمیت مورد اندازه گیری که مقایسه کنیم. دیگه کمیات ها گفتیم که دو نوع کمیت داریم، کمیات های اساسی و کمیات های فرعی. کمیات هایی که به صورت مستقل تعریف می شوند مانند زمان، طول و کتله. واحد کمیت های اساسی است، کمیت هایی که برای تعریف اینها از کمیت های اساسی کمک گرفته می شوند مانند سطح، حجم و سرعت. این ما چی میگیم؟ کمیت های فرعی میگیم. و واحدات کمیات هستی واحد های هستی است و واحد های کمیات فرعی واحد های فرعی است. که در اینجا ما واحد های اساسی چی خواندیم؟ اور متر خواندیم، بار با ثانیه خواندیم، باز چی خواندیم؟ واحد کتله کیلوگرم خواندیم. واحد طول متر نام دارد و با حرف انگلیسی ام نشان میدیم و تعریف کردیم که یکی بر تقریبا 300 میلیونم حصه که نور دخلا فاصله را می پیمایه عبارت از یک متر است. واحد زمان عبارت است یکی بر 86400 حصه یک شبانه روز می باشد و با حرف انگلیسی S نشان داده می تانه و به شکل فیزیکی جور کرده نمی تانیم. واحد کتله کیلوگرم نام دارد و با حرف انگلیسی KG نشان داده می شود، به شکل معیاری جور شده و در یک دی سی متر مکعب کتله در 4 سانتی گرید جور شده. ما چی میگیم؟ یک کیلوگرم میگیم و هر دو هم کیلوگرم و هم متر در کشور فرانسه در سیورس، در موزیم سیورس نگه داشته میشه و در شرایط معیاری. واحد سطح چی است؟ از دو واحد متر جوشت، یک طولش نیست یک طولش نیست، در دوره که ضرب کنیم چی میشه؟ متر با متر چی میشه؟ متر مربع میشه. همچون واحد حجم یعنی متر ضرب متر ضرب متر حجم به این شکل میباشه. 3 متر داریم یا 30 طول داریم، 30 طول که ما ضرب کنیم در حقیقت برای ما چی میده؟ برای ما حجم میده. یک طول این نیست یک طول این نیست و یک طول هم این نیست. هر سر که ما ضرب کنیم برای ما چی میده؟ برای ما واحد حجم متر که متر مکعب میشه. همچنان واحد سرعت عبارت از فاصله در زمان، پس واحد سرعت متر پی ثانیه است و متر پر سکند نوشته میکنیم ام بر اس. وسایل اندازه گیری طول را با خط کش متر اندازه میکنیم، یا هم اندازه گیری بسیار کوچکی که او را چی میگیم؟ ماور کاری پر میگیم، یا واحد های و آلات دیگه که هست با او اندازه میکنیم. زمان با ساعت اندازه میکنیم و کتله با ترازو اندازه میکنیم. متفاوت قسم ترازوها در هیچ جور شده حالی در دنیا چی هستن؟ رایج است، از او استفاده می کنیم. دقت بسیار مهم است که هر آله دقت هر وسیله اندازه گیری برابر با کوچکترین درجه بندی نشان داده شده بر روی آن می باشد. اون مو واحد کوچکترینش که است در هر آله نوشته شده اون مو چی است؟ دقت اون مو آله. طور نمونه گفتیم که در خط کش چی است؟ میلیمتر است. در ساعت چی است؟ ثانیه است. و همچنان در دیگه واحد ها ممکن دیگه چیزا باشه، مثلا ترازویی که مدت طلا ده او پرو کسی که طلا میفروشه او بسیار ممکن تا ممکن تا میلی گرام یا تا نانو گرام وجود بشه او دقت داشته باشه. به این شکل واحد کوچکتری که اون ماله است اون مو دقت اون مو آله را برای ما نشان میده. ای بود در ای فصل، امید است که یاد گرفته باشه.